با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهوانی هستم و امروزم پنجشنبه نیمه ماه سپتامبر است، یعنی 15 روز ماه سپتامبر 2016. ممنونم از همه مهر و محبت شما، از همه مهربانی ها و پشتیبانی های شما نازنینان. خوشحالم که برزت برسونه. همطور که روی صفحه ملاحظه میکنی گفتگو میکنیم با آقای آرمان چهارروستایی، نام و چهره آشنا برای شما خوبان و نازنینان. قبلا هم کسانی که در حقیقت مسائل ایران رو دنبال میکنن با این آقای چهارروستایی آشنا هستن، یه جوان فعالی که من به درستی به یادم هست وقتی که از ایران در ماجرای 88 خارج شد، در حقیقت با مصاحبه‌هایی که با ما انجام داد بعد با همدیگه الفتی پیدا کردیم، بعد تمام این مدت رو بالاخره همیشه مهر داشت و ما رو در جریان کاراش قرار میداد. گرفتاری‌های زیادی مثل هر جوونی کشید، از ترکیه رفت دوره به یونان، گرفتار شد، دوباره برگشت، دوباره رفت زندان رفت، بالاخره با چنگ و دندون خودشو رسونده و اکنون خوشحالم که موفق شده در آلمان وارد دانشگاه بشه و در رشته علوم سیاسی مشغول بشه. این خب جای مسرت و خوشحالی داره. آرمان از اون جمله جوانای فعاله که در ماجرای 88 بسیار فعال بود و بعد از اون هم طی جلسات مسائلی که مطرح بود همواره آرمان یکی از پایه ها بود، تو جلسات شرکت میکرد و با جسارت تمام مسائل خودش رو مطرح میکرد. حتی در ماجرای شورای ملی هم جزء کسانی بودش که بالاخره فعال بود و علاقمند به شاهزاده رضای پهلوی، ولی مسائل و مصائبی که در حقیقت اتفاق افتاد برای داستان همین شورای ملی ایرانیان آقای رضای پهلوی و بر پدر و مادر این عشق بسوزد که چه ها که نمی کند. و بالاخره اینکه همه اینا گفتن آقا این دو موجود بالاخره خوب نیستن، قابل همکاری نیستن، آقای پیرزاده و خانم گلستانه، رضای پهلوی خوب خاطرخواه اینهاست و خانم گلستانه بدون آقای پیرزاده نمیتونه حضور داشته باشه و این خاطرخواهی داستان غریبی رو پیش آورده و کلی رو آزرده کرده تا این ماجرای آخر پدید آمد. من در این ارتباط خب فقط گفتم که آخه نمیتوانید که شما شاهزاده رو که نمیشه خلعش کرد، شاه که مقام خلع شدنی نیستش، شاه که قدرت چه از مردم نمیگیره که بخوان مردم برن خلعش بکنن. ولی بالاخره این دوستان در پی این مقاله یا مصاحبه شاهزاده رضای پهلوی با مجله الوطن اعتراض کردن و من فکر کردم خب بهتره که از خودشون دعوت کنم بیان، حالا که یه قدری ساکن شده و داره گرد و خاکا میریزه. دیدم که شورای ملی یک بیانیه بیرون داده و منکر همه داستان شده که دوباره آتیش زده به قضیه، فوت کرده به این آتش زیر خاکستر. فکر کردم قبل از اینکه گور بگیره از این دوستان دعوت کنم. امروز از آقای آرمان چهارروستایی دعوت کردم، فردا هم گفتگو میکنم با آقای دکتر منوچهر رزمارا پیرامون همین ماجرا. خب دیدیم که یه عده‌ای آمدن و قضیه امضا کردن با چه شور و شعفی و بعد یکی یکی گفتن نه آقا امضا اونو پس میگیریم، اشتباه کردیم. یکی سیم سی پرویز قاضی سعید تعجبم از یه روزنامه نگار که کارش این نیست که آخه شما یه روزنامه نگار کهنه کاری کار دیم بعد بگی من اشتباه کردم امضا کردم. خب به چه دلیل اشتباه نکردی که پس گرفتی امضا تو؟ آقای دکتر رزمارا گفت نه آقا من ایستادم تا آخرش حرفم زدم. بریم ببینیم که
آرمان این ماجرا رو برامون چگونه تعریف میکنه؟ اصلا چی شد؟ چرا این اتفاق افتاد؟ و این اعتراضات بهر چیست؟ آیه آرمان به شما درود میفرستم. بالاخره خوشحالم که موفق شدی. امروز دوباره در خدمتت هستیم. برات آرزوی بهترین دارم. این ماجرا چیست؟ چه اتفاقی افتاد؟ چرا یه مرتبه همه اینقدر به در حقیقت تقلا افتادن، نامه نوشتن؟ چیه ماجرا؟ چیست؟ از زبان شما بشنویم. بفهمید. با درود به شما جناب بهبهانی عزیز و همه بینندگان برنامه شما، تلویزیون شما. عرضم به حضورتون که نخست این سوء تفاهم رو برطرف کنم که ما شاهزاده رضا پهلوی رو خلع نکردیم. ما یک بیانیه‌ای دادیم و طی این بیانیه تیتر اون، مطالب درون اون، بندهای اون کاملا مشخصه و در این بیانیه اومد. هر گونه تحریفی در رابطه با تیتر این بیانیه، در رابطه با موضوعات درون این بیانیه قابل پذیرش نیست. این خلع کردن شاهزاده رضا پهلوی تیتریست که جمهوری اسلامی در سایت‌های خودش به کار برده و جالب اینجاست که طرفداران ایشون، شاهزاده رضا پهلوی و کسانی که به هر حال این بیانیه رو براشون سنگین بود و قبول نمی کردن و اون رو انکار می کردن، با این تیتر سعی کردن مسئله رو به حاشیه برانن. عده دیگه عنوان کردن چرا تیتر این مقاله آخرین هشدار و آخرین ولیعهد. ببینید، ما شاهزاده رضا پهلوی یک مقام تاریخی دارن به نام ولیعهدی. هر رئیس، هر شاهزادهی نمیتونه ولیعهد باشه، کما اینکه شادروان علیرضا پهلوی ایشون ولیعهد نبودن اما شاهزاده بودن. پس این یه نکته ای که ما اگر این مسئله رو عنوان کردیم به این دلیل بود. و چرا آخرین ولیعهد؟ به دلیل اینکه اگر شاهزاده رضا پهلوی تا زمانی که زنده هستن پادشاه نشوند و حکومت پادشاهی برنگرده، ایشون آخرین ولیعهد تاریخی ایرانند. این یه مقام تاریخی است، این رو ما که از خودمون در نیاوردیم. به این دلیل که این بحث مطرح شد، این چیز انتخاب شده. نکته دوم، آخرین هشدار به این دلیل بوده که شاید این پاسخ پرسش شما باشه. در طی 10 سال گذشته شاهزاده رضا پهلوی به صورت سیستماتیک، یعنی یک بار و دو بار و سه بار نبوده، بارها ایشون تا همین 3 هفته پیش که مصاحبه با العربیه میکنن، این چهارچوب ملی که درون این بیانیه آمده است رو زیر پا نهادند و در طی این یک دهه گذشته از مرحوم داریوش و همایون بگیرید تا بسیاری افراد و اشخاص دیگه، به شکل خصوصی و به شکل حتی علنی مقالاتی نوشتن، به ایشون اشاراتی کردن اما شاهزاده قبول نکردن، یعنی این روند رو ادامه دادن. این شد که ما آمدیم یک بار به شکل علنی و روشن و قاطع به ایشون هشدار دادیم که اگر این روند رو ادامه بدهید خط‌کشی مشخص خواهد شد. اگر شما تا به امروز نمی‌دانستید یا سهوی بوده یا هر شکل دیگری، بیایید و این رو پس بگیرید. بگید اوکی، من این حرفا رو زدم، امروز اون موازه خودم رو پس می‌گیرم و اون موقع است که ما از ایشون پشتیبانی خواهیم کرد. اما اگر شاهزاده رضا پهلوی یا هر شخص دیگری این 4 اصل ملی رو زیر پا بگذارن و ازش عبور بکنن، خب ما مسلماً اصول رو به شخصیت‌ها ترجیح میدیم و پای این اصول می‌ایستیم، چون که این اصول جان ایرانه، اکسیژن ایرانه. اگر این 4 اصول وجود نداشته باشد، ایران وجود نخواهد داشت و ایران بیش از 3000 سال، 2500 ساله که وجود داره، هستش. کوروش آمده، داریوش آمده، رضا شاه آمده، محمد رضا شاه آمده، همه رفتن اما ایران ماند. به همین دلیل ایرانه که برای ما مهمه و باید این امانتی که از نیاکانمان گرفتیم به نسل بعدی بتونیم همینجوری پس بدیم. به اندازه کافی ایران تکه تکه شده و این گربه نشسته به بام آسیا رو باید نگه داریم. حالا دلیل اینی که ما این بیانیه رو دادیم به این دلیل بود که
در یک دهه گذشته شاهزاده رضا پهلوی به شکل سیستماتیک اصول و چهارچوب ملی رو که درون این بیانیه به شکل واضح و روشن عنوان شده زیر پا نهادن. حالا اگر خواستید من میتونم به این اصول اشاره بکنم. بله حتما. خب ما دلون میخواد از زبان شما بشنویم و ببینیم که ماجرا چی بوده و چرا اصلا برای چی اعتراض میکنید، چه اعتراضت به شاهزاده چیه. فکر نمیکنم حرف غلطی زده باشه، گفته اونجا رو راجب جزایر. خب یه موضوعی که میشه راجبش نشست حرف زد، شما مدعی هستی، ما مدعی هستیم. راهش چیه؟ راهش این نیست که دعوا کنیم، راهش اینه که اول با حرف زدن مسائل رو حل و فصل کنیم. اگه زورمون نرسید میریم کلانتری، میریم به یه مرجع قضایی مراجعه میکنیم، اونجا تکلیف رو روشن میکنیم. این چه موضوعی بود که باعث این اعتراضات شد؟ بفهمید بشنه. بسیار. ببینید این چهارچوب و اصول ملی جان ایرانه. این که ما حالا اینجا به ترتیب من براتون اول عنوان میکنم و بعد توضیح میدم که چرا الان به اینجا کشیده شد. بخش ناپذیری حاکمیت ملی ایران، یعنی نشنال ساورنیتی. این رو ما نمیتونیم بگیم که بخش پذیرش بکنیم حاکمیت ملی رو. حالا توضیح میدم که اینا چیه. دومیش یگانگی ملی ایرانه، یعنی ایران یک کشوره، یک ملته و یک ملیته. سوم تمامیت ارضی یا یک پارچگی سرزمینی ایرانه و چهارم استقلال سیاسی ایران. بخش ناپذیری حاکمیت ملی یا نشنال ساورنیتی یعنی اینکه ما بیایم و ساورنیتی یا حاکمیت رو تقسیم کنیم. یعنی چی؟ یعنی بیایم و قانونگذاری رو ببریم به سطح محلی. یعنی حاکمیت ملی یعنی یک کشور، یعنی فرمان فرمایی با حکومت فرق میکنه. حکومت یعنی گاورمنت، حاکمیت یعنی ساورنیتی. ما نمیتونیم، ما طرفدار، اتفاقا ما طرفدار حکومت غیر متمرکزیم اما با حاکمیت تقسیم ناپذیر. یعنی قانونگذاری در سطح کشور باید یک جا باشه. پارلمانت داریم یا مجلس داریم، همون اونجا در سطح کشور یک قانون تصویب میشه. ما این رو تقسیم نمی کنیم. چرا که اگر این رو تقسیم کنیم بعد فاجعه هایی به وجود میاد که به تکیگی ایران منجر میشه. حالا خواستید در طول بحث حتما عنوان خواهم کرد که چگونه با تقسیم حاکمیت ملی ما به تجزیه ایران میرسیم. بخش ناپذیری حاکمیت ملی یعنی فدرالیزم، یعنی خودمختاری که شاهزاده رضا پهلوی نه یک بار بلکه بارها این رو در مصاحبه های خودشون عنوان کرد و میبینیم که تکیه خواهان یا تجزیه طلبان هم همین بحث رو مطرح میکنن و همین چند وقت پیش هم کنفرانسی داشتن در آلمان. نکته دوم یگانگی ملی که ازش صحبت میکنیم اینه که ایران یک کشوره، یک ملته، نه ملیت های مختلف. شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با صدای آمریکا عنوان میکنن که کشور ایران، ملت ایران از ملیت های مختلفی تشکیل شده و حتی در یک گفتگوی فیسبوکی خود شاهزاده در فیسبوکشون از دوستان میخوان که پرسش هایی رو مطرح بکنن و نخستین پرسشی که شاهزاده انتخاب میکنه و میخونه اینه که آیا ملل ایران میتوانن زبان خودشون رو داشته باشن؟ و شگفتی اینه که شاهزاده رضا پهلوی در توضیح خودشون یک کلمه نمیگن که ایران یک ملته و از قومهای مختلفی تشکیل شده. مسئله تمامیت ارضی، ببینید این دوتایی که الان گفتم، یعنی یگانگی ملی که ایران یک کشور یک ملته و بخش ناپذیری حاکمیت ملی، این دوتا از اون دوتای دیگهی که در این چارچوب ملی هست مهمتره و شوربختانه در طی این مدت دو تا هفته گذشته رسانه های مختلف فقط به بند 3 و 4 پرداختن. یعنی همین تمامیت ارضی که شاهزاده مثلا در مصاحبه با روزنامه الوطن یا سایت الوطن آمدن و مثلا راجب جزایر اماراتی که اونجا عنوان شده سکوت کردن، یا خلیج که به کار برده شده سکوت کردن،
یا حتی در همین مصاحبه اخیرشون با العربیه خود شاهزاده از واژه خلیج استفاده میکنن و با محمد السلمی مسئول خلیج عربی گفتگو میکنن. نه اینا مهمه، اما اون یک و دو دودمان ایران رو برباد میده، اکسیژن ایران رو میگیره و ایران میمیره، تکه تکه میشه و از بین میره. و نکته چهارم استقلال سیاسیه که شاهزاده رضا پهلوی مسئله شکایت از خامنه ای رو به گفته خودشون رفتن و با تک تک اعضای شورای امنیت صحبت کردن. و این یعنی شورای امنیت وقتی شما میرید زیر فصل 7 منشور سازمان ملل، شورای امنیت که زیر نظر سازمان ملله، و اونجا اول تحریم‌های اقتصادی میگذارن، اگر اون شکایت درست انجام میشد تا آخرش میرفتن، و اونجا بعد از تحریم‌های اقتصادی میتونستن به ایران حمله نظامی بکنن، کما اینکه به لیبی کردن، کما اینکه به عراق یا افغانستان اینها رفتن. ما استقلال سیاسی خودمون رو باید حفظ کنیم، یعنی ما یه جمهوری اسلامی الان در ایران داره حکومت میکنه و ما میخوایم این جمهوری اسلامی رو بکشیم، از بینش ببریم. ما نمیدیم گریبان یک بیگانه رو بگیریم بگیم شما لطفاً بیا این جمهوری اسلامی رو برای ما ببر. به ابدا چنین چیزی نیست. ما میخوایم که خودمون مشکل ملی خودمون و مشکل خانوادگی خودمون رو حل بکنیم. ما قادر هستیم و باید این استقلال سیاسی خودمون رو حفظ کنیم. این چهار اصلی بوده که شاهزاده رضا پهلوی در طی این مدت زیر پا گذاشته. اما حالا در دور بعدی من اینا رو اگه خواستید تک به تک میشکافم. فقط این نکته رو بگم که یک دونه انتقاد از این بندایی که اینجا عنوان شده، از چیزهایی که به شاهزاده گفته شده که ایشون اصول ملی رو زیر پا گذاشتن، از ما نشده. انتقادها تهمت بوده، افترا بوده، اینکه ما رفتیم ادیت کردیم اینا رو، دستکاری کردیم، که بعدش هم که ما اومدیم و به شکل با نرم افزارهای حرفه‌ای نشون دادیم که این صدا به هیچ عنوان هیچ چیزش عوض نشده و اصلا اصل مصاحبه شاهزاده رو با صدای آمریکا منتشر کردیم. و بعد خود کش گوگل هم که میشه از آرشیو گوگل در آورد که دقیقا در تاریخ 14 اکتبر اگر اشتباه نکنم، اون مصاحبه سال 2007 میره از سایت شاهزاده پاک میشه، برداشته میشه. اگر ریکی به کفش شما نیست، چرا اون رو از سایت پاک میکنید؟ و اینها همه نشان از این داشت که حقانیت این بیانیه و چیزی که در اون عنوان شده رو نمایان میکرد، که ادهی فقط در فیسبوک و حالا رسانه های مختلف با تهمت، با افترا سعی کرده، با فحاشی و ناسزا سعی کردن که این مسئله رو فیصله بدن یا بخوان لاپوشانی بکنن. دستگاهی هم که شاهزاده رضا پهلوی ریاست اون رو به عهده دارن، بیانیه رسمی صادر کردن و همه ما رو متهم به همکاری با جمهوری اسلامی کردن. شگفتی آور این بود، حالا ما با اون که کاری نداشتیم، ما شخص شاهزاده رضا پهلوی رو خطاب قرار دادیم و از ایشون میخواستیم که پاسخ بدن. عده‌ای آمدن گفتن اون بیانیه رو محکوم کردن که با این بیانیه هم مخالف بودن، با بیانیه هشدار مخالف بودن، اما گفتن شاهزاده رضا پهلوی شاید در جریان آن بیانیه که ریاستش رو به عهده دارن، اون گروهی که ریاستش رو به عهده دارن در جریان نیست، اما شاهزاده رضا پهلوی در گفتگویی با تلویزیونی که مربوط به ایشون هست متن رو میخونن و میگویند در چند هفته گذشته جمهوری اسلامی سعی کرده مبارزات اون گروهی که ایشون ریاستشو به عهده دارن رو با تهمت، افترا، تحریف مصاحبه ها و دستکاری مورد حمله قرار بدن. یعنی شاهزاده رضا پهلوی آن بیانیه رو تایید کردن که بر ضد ما و ما رو متهم به جمهوری اسلامی میکرد و خودشون به شخصه این رو گفتن. و این واقعا جای شگفتی است که مردم ایران ببینید، ما یک اصولی رو مطرح کردیم، یه سری با مدرک و سند، با ویدیوی خودشون، از سایت خودشون مطالبی رو عنوان کردیم که این اصول و چارچوب رو زیر پا گذاشتن. یک دونه انتقاد نیامد که این اصولی که شما گفتید اشتباهه یا اینجا اشتباهه. و خود شاهزاده رضا پهلوی این گونه برخورد می‌کنه. شما یاد چه چیزی می‌افتید؟ ما در جنبش سبز در داخل ایران
آمدیم به خیابان و خامنه‌ای چه کرد؟ ما رو برد در دورترین نقطه تفکری سیاسی خودش یا جناح‌بندی سیاسی خودش، برد ما رو در دشمن خودش یا دورترین نقطه خودش. گفت این جنبش، جنبش سبز ایران، متعلق بندش به خارجی وصله. و حالا ما همین رو داریم میبینیم که شاهزاده رضا پهلوی، افرادی که در دفتر خودشون کار میکردن، افراد سرشناسی که جانشون رو برای پهلوی ها دادن، میدن، حاضرن بدن یا خانوادهشون دادن، آمدن و این بیانیه رو امضا کردن و همه میدانن که امضا کنندگان این بیانیه کارنامهشون مشخصه، رو به این راحتی به جمهوری اسلامی بحث میکنن و میبرن در دورترین نقطه از تفکر سیاسی خودشون، ما رو میچسبونن به اونجا. این پاسخ منطقی نیست متاسفانه. این نشون میده که، و اتفاقا سر اون بخش ناپذیری حاکمیت ملی و فدرالیسم، تلویزیونی که منتسب به ایشون هست میاد در همین چند روز پیش کارشناسی رو میارن که از فدرالیسم و تقسیم حاکمیت ملی دفاع میکنن. این معنیش اینه که دوستانی که میگفتن شاهزاده سهوًا این کارو کرده، ظاهراً ایشان میدونن که دارن چی کار میکنن. حالا این دیگه با خود مردم ایرانه که قضاوت کنن که آیا ما اصول برامون مهمه یا افراد. خب چند تا پرسه. این مایی که مرتب میگیم ما کیه؟ بعد چه کسی این بیانیه رو نوشت؟ میدونی، اطلاع داری یا فقط شما جز امضا کنندگان بودی؟ چیه این ما کیه و مشتمل و چه اشخاصی است اگه میدونی؟ دوم این که این بیانیه رو کی نوشت؟ میدونی کی نوشته؟ بله، دوستانی این بیانیه رو در گردآوریش همکاری کردن و یک دوست حقوقدانی هم داشتیم که این کارو کردن که جزء امضا کنندگان بیانیه هستن. اما متن اصلی رو آقای بردیا پارس که از مشاورین پیشین شاهزاده رضا پهلوی هستن نوشتن. این مایی هم که میگیم، ما خودمون رو تعریف کردیم. ما کسانی هستیم که این اصول و چارچوب ملی رو، ما ملت ایران که این اصول و چارچوب ملی رو قبول داریم و به هر حال مایی که فعلا داریم میگیم همین 52 تنی هستن که این بیانیه رو امضا کردن و محکم پای این بیانیه تا این لحظه ایستادن. حالا بذار یه ذره تکنیکال با هم حرف بزنیم. وقتی ما، رابطه ارگانیکش چیه؟ تعریف کنین رابطه ارگانیک ما رو، تعریف کنین. منظورتون چیست؟ منظور شما اینه که گروهی، سازمانیه، منظور شما چیست؟ آره، که وقتی میگیم ما، وقتی بیان میکنیم میگیم ما و ما یه عده آدم هستیم، خب اینا باید با همدیگه پیوند داشته باشه، یه جوری پیوند سازمانی، تشکیلاتی، فامیلی، نمیدونم چجوریه اون پیوند، چیه؟ چجوری شما با هم پیوند کردین؟ چی شد که یه شب یه خوابیدین دیدین یه کسی یه اعلامیه داد، شما رفتین امضا کردین؟ اون پیوند ارگانیک چیست؟ ببینید، ما یه سری از دوستان جمع شدیم و فکر کردیم که باید این بیانیه رو بیرون بدیم در این زمان، با توجه به این مصاحبه‌ای که همین مصاحبه اخیری که از شاهزاده بیرون اومده بود. و سپس دوستانی که همدیگر رو میشناختیم و به هم اعتماد داشتیم، این بیانیه رو دادیم و هر بسیاری بودن که امضا نکردن، از احزاب مختلف، به هر حال دبیر کل احزاب مختلف و حالا برنامه سازان یا افراد سرشناس فعال سیاسی که هستن، عده‌ای گفتن که ما این متن رو قبول داریم اما امضا نمی‌کنیم به دلایل مختلفی که حالا خودشون می‌گفتن، یا برنامه‌شون ممکن بود قطع بشه یا گروهشون مشکلی براش ایجاد بشه، دو دستگی ایجاد بشه. اما این 50 و چند تن همه لزوماً همدیگر رو از نزدیک نمی‌شناسن و با این اصول موافقت کردن و امضاشون رو پای این بیانیه گذاشتن و کسانی که این رو امضا کردن تکلیف خودشون رو با خودشون و اصول ملی میدانستن که امضا کردن، برای اینکه ده ها تن دیگر هم این بیانیه رو دیدن، حتی موافقت کردن اما حاضر نشدن امضاشون رو بگذارن. ما اینجا نه گروهی قرار رو تشکیل بدیم، نه سازمانی قرار رو درست بکنیم،
یه عده طرفداران نظام پادشاهی بودن که این امضا رو دادن، حالا چندین تن هم لزوما نظام پادشاهی رو قبول نداشتن، ولی مهم هم نیست، مسئله اینه که اصول ملی رو اینها قبول داشتن و تمام دعوای ما سر این اصول ملیه که حالا اگر اجازه بدید من یک به یک اینها رو توضیح بدم که چی هست و بعد اشاره بکنم که کجا شاهزاده زیر پا بود. کارو خواهیم کرد، حتما این کارو خواهیم. من فقط دوباره این پرسشم رو مطرح میکنم برای که خودم میخوام هنوز روشن نشده. یه بیانیه بیرون اومده، یه دادم به قول شما فرستادید برای یه دادم، یه دادم پذیرفته، یه دادم گفتن قبول داریم امضا نمیکنیم برای دلایل خودشون، یه دادم 50 چند نفر آدم امضا کردن. من همه این سوالم از اون اول چشمه کار میخوام پیدا بکنم، چون همه گرفتاری اون زر اون سرچشمه هست که ببینیم آب از کجا گلالوده. تو خودت شخصا از کجا وارد صحنه شدی؟ تو چه نقشی تو این نوشتن داشتی؟ شما اشاره میکنی به یه حقوقدانی که در اون زیر اسمش هست ولی اسمش نمیگی و معتقدی که این آقای پارسا این مطلب رو نوشته. خودت از کجا وارد صحنه شدی؟ من همون کافیه برام. بله، من در همون بعد نوشتن این بیانیه حضور داشتم و با دوستان همکاری کردم. یعنی آتیش بیاره داستان خودت بودی؟ نه به اون شکل، ولی به هر حال بله. حالا بریم به اون اصولی که راجعش میخوای حرف بزنی و میل داری حرف بزنی. بشنوی بفرم. ببینید نخستین ببینید اول باید راجع به این صحبت کنیم که ما یک پرنسیپی رو باید قبول بکنیم، یک اصولی رو باید قبول بکنیم برای ایران، و وقتی میگیم اصول یعنی اصول بالای هر چیزیه برای ما، برای ملت ایران. بخشناپذیری حاکمیت ملی ایران یعنی قانونگذاری، سوورنیتی، نشنال سوورنیتی، حاکمیت ملی. این رو یعنی کشورهایی که به هر حال مثل فرانسه هستن هم در قانون اساسیشون هست، همین که این رو به رأی نمیذارن. چرا ما حاکمیت ملی رو نباید به رأی بگذاریم؟ حاکمیت ملی یعنی قانونگذاری. وقتی ما قانونگذاری رو به سطح محلی میبریم یعنی این که حالا ایالاتی که هستن یا استانهایی که هستن، یکی یکی با هم جلو بریم. خب شما اگر که قرار بشه که مردم حق نداشته باشن در این حاکمیت دخالت بکنن، خب این جمهوری اسلامی تا ابدالآباد سر جاش میمونه. مردم در سال 57 اون حاکمیت رو نقض کردن، یعنی نظام پادشاهی رو منقرض کردن. قرار بود یه نظام جمهوری ایجاد کنن. اهریمن گفت این جمهوری است که مثل جمهوری فرانسه است، اسلامیه، زنها توش آزادن، کمونیستها توش آزادن، نفت میارن در خونه، عمرای ارتش قرار آقای خودشون باشن، نباید کسی نوکر باشه، برابری باید باشه، آخوندها نبایستی که نمیخواهن در نمیدونم دولت دخالت کنن. من خودم یه طلبم، میرم قم میشینم درسمو میخونم. و بنابراین مردم به دنبال یه حاکمیتی رفتن که اسمش از حاکمیت جمهوری اسلامی. شما با این تعریفی که میکنی میگی مردم حق ندارن این اکنون دیگر این حاکمیت ها رو تغییر بدن، بس بنابراین نمیشه بریم به جمهوری اسلامی بجنگیم. ادامه بدیم ببینیم به کجا میرسیم. میخوام ببینم که، یعنی میخوام بگم که چه تلهایی سر همین مفاهیم زیبا نهفته، مثل یه جمهوری میخوایم مثل فرانسه که توی زنها آزادن، کمونیستا آزادن، عمرها قرار آقای خودشون باشن، کسی قرار نیست نوکر باشه، آبو بیارن مجانی بدن در خونتون، برقو مجانی کنن، نفتو بیارن در خونتون. ولی ببینید پشت این چه فریبی نهفته است. حالا بریم ادامه بدیم. میشتم دیگه قطعت نمیکنم، قول میدم بهت. بفرم. خواهش میکنم. ببینید نه سوء برداشت نشه برای شما.
من منظورم این اصول ملی بود که در قانون اساسی فرانسه هم مثلا اومده، در معدود کشورهایی که واقعا ملت بودن این هستش. حالا توضیح میدم. ببینید، حاکمیت ملی یا sovereignty، national sovereignty، یعنی فرمان فرمایی، یعنی کشور بودن، یعنی اینکه قانونگذاری. government یعنی دستگاه سیاسی، یعنی حکومت. اونی که شما الان نام بردید اون میشه government، میشه حکومت. ما مشکلمون قانونگذاریه. قانونگذاری در سطح ملیه، در سطح کشوره. شما مردم میرن به نمایندگان خودشون در هر شهری که هستن رأی میدن و اون شورا، اون حالا اون شورای مجلس ملی بود، اون مجلس که در سطح کشوری قانون گذاری میکنه، اون همه مردم بهش رأی دادن که اونجا هستش. پس این دموکراسی وجود داره. اما مشکل سر اینه که بخش پذیری قانون گذاری یعنی که ما حاکمیت ملی رو تقسیم کنیم و به سطح محلی ببریم، یعنی قانون گذاری رو به سطح محلی ببریم، یعنی هر استانی، هر ایالتی برای خودش یه دونه پارلمان داشته باشه، مثل کشورهای فدرال. مشکل با فدرالیسم دیگه، مشکل با خودمختاری و فدرالیسم. حالا چه اتفاقی میفته خدمتتون عرض میکنم. وقتی شما قانونگذاری رو به سطح محلی میبرین، یعنی مثل آمریکا یک ایالتی اعدام داره، ایالت دیگر اعدام نداره. و بزرگترین مشکلی که این وسط وجود خواهد داشت، خطری که خواهد بود، اینه که وقتی قانون گذاری میکنید، یعنی میتونید جدایی خودتون رو از کشوری که در زیر نظر اون فدرال، کشور فدرالی که هستین، میتونید رأی بگیرید و جدا بشید. مثلا اسکاتلند، دولت کشور بریتانیا مجموعه چند کشوره و اونجا اسکاتلند حالا رأی منفی داد، ولی فقط مردم اسکاتلند بودن که رأی دادن. حالا ما اگر خود مختاری بکنیم، ایران رو فدرال بکنیم، کردستان فردا آمدیم و تصمیم گرفتن که گفتن پارلمان، باید پارلمان اونا تصمیم بگیرن که رفراندوم بذارن که کردستان جدا بشه. بعد دیگه نمیپرسن از بقیه مردم، فقط توی کردستان انتخابات برگزار. چرا عزیزم؟ از این یه چیز عمومیه. در کانادا مردم بارها تلاش کردن، در باسکم، در اسپانیا هم تلاش کردن، بقیه مردم رأی ندادن. اختلافشون خیلی کمه ها، اختلاف 49-50 اینطوری هست، ولی نه اینجوری نیست. بعد یه نکته یادت باشه که ببین، ما در تاریخ همین معاصر، همین تاریخ 100 سالمون، ما دو تا شخصیت داشتیم که خیلی قوی کار کرده، یکی خمینیه، یکی رضا شاه. خمینی در جهت ایجاد ایران نوین زحمت کشید و خمینی در جهت ایجاد فساد و تخریب و نابودی مملکت. ببین، وقتی که رضا شاه به سر کار میاد، شما با یه ایرانی مواجه هستی پاشیده است و ولایت و ایالت و ولایتش اصلا معلوم نیست، هیچی نداره. رضا شاه تقسیمات کشوری درست میکنه، استانها رو درست میکنه و با قدرت نظامی و نظامیگری، با بازوی نظامی، مملکت رو به سمت امنیت هل میده، چیزی که تقاضای عمومی بوده. همه مردم هم آرزوی امنیت میکردن و رضا شاه میتواند با قلدری این کار رو انجام بده، یعنی امنیت رو به جامعه بیاره و البته آزادی رو در راه امنیت قربانی میکنه. مردم چون امنیت رو گرفتن، میگن گروه بابای آزادی، فعلا امنیت داریم، میتونیم تو خیابون بریم، میتونیم سوار کالسکه و درشکه و ماشین بشیم، از شهری به شهر دیگه بریم، کسی نمیاد سر رامونو بگیره، دزدا و نمیدونم فلان و میزاسین کاشی و اینا دیگه در راهمون نمیان کاروان رو تخلیه کنن، نمیدونم بدوزن، اینا دیگه وجود نداره. بنابراین امنیت به مملکت حاکم میشه. خمینی هم با اون چهره‌ای که داره و اسلامی رو که میخواد بیاره و اینا، طوری عمل میکنه که یارو سه ترکه سوار موتورگازی هست،
با دمپایی میخوان برن کردستان و ترکمن صحرا رو نجات بدن. اگر که در شرایطی که امروز ایران وجود داره و شرط تجزیه یکی از شرایط الان شما داریم میبینی، در عراق شاهدشین، در سوریه شاهدشین، شما هیچ راهی نداری، هیچ قدرتی تو صحنه وجود نداره که اون کاریزما رو داشته باشه. بنابراین اگر شما به سمت فدرال حرکت نکنی، تجزیه 100% اتفاق خواهد افتاد. راه نجات ایجاد یک ممالک متحده، یک حکومت فدراله، مثل اون مملکت که شما آلمان توی زندگی میکنی، مثل اعظم اروپا که همه به صورت فدرال اداره میشن، هیچ کدومشون هم جدایی نمیخواهند. و اگر هم درخواست بکنن، اون درخواست رو میبرن در مجمع، در بین عموم مردم، عموم مردم رأی میدن، مثل کانادا، مثل اسپانیا، مثل خیلی جاهای دیگه. اینجور نیست که اگه اون تصمیم گرفت خود به خود خودش جدا بشه و بره، و شما اون نیرو و قدرت در صحنه وجود ندارد که بتواند مردم رو بسیج کنه تحت عنوان امنیت، تحت عنوان اون اسلام قلابی و کثیفش که بتونه این کار رو انجام بده. اگر شما به این صحنه حرکت نکنی، 100% با توجه به شرایطی که الان داریم لمسش میکنیم، بغل دستمون عراق، سوریه است، لیبیه، همه رو داریم میبینی، اتفاق میفته. راه دیگه ای وجود نداره. بازم میشنوم حرفات، بفهم. من سپاسگزارم از توضیحی که دادید، ولی کاملا با شما مخالف هستم. ما باید ببینیم مبنای 26 کشور فدرال جهان چیست. به 3 بخش تقسیم میشه. یا یک کشوری مستعمره است یا بوده یا هست، مثل کانادا، مثل هند، یا بر اثر جنگ، مثل آلمان، مثل افغانستان، یا حالا مثال آلمانی که زدید، آلمان به 4 تکه تقسیم شد در جنگ جهانی، و بعد به خاطر اینکه تکه ها رو به هم بچسبونن فدرال کردن. فدرال اساسا در کشوری انجام میشه که یا اون کشور وجود تاریخی نداشته مثل امریکا، و برای اینکه تکه هایی به هم جدا شده رو به هم بچسبانند میان فدرال میکنن، یا بر اساس جنگ تکه تکه میشه، یا اصلا وجود کشوری نداشته. آمریکا ملت نیست که. کدوم ملت آمریکا؟ سرخپوستا. ایران بیش از 2500 سال ملت بوده، مرز کشیده. چین ملت بوده، و معدود داریم انگشت شمارن کشورهایی که واقعا وجود داشتن. عراق یک کشور ساختگیه، کمتر از 100 سالی که درست شده. راجع به عراق الان ببینید، مثلا خود عراق الان عید نوروز رو کردها نوروز میگیرن شروع سالشون رو، ولی عربهای عراق عاشورا شروع سالشونه. این تفاوت فرهنگیه که ایرانی که همون کردها جزء ایران هم دیگه. فهمم، ولی یه چیزی که وجود داره اینه که بر اساس قانون اساسی که پدران ما در عصر مشروطه نوشتن، این تیکر توش لحاظ کردن، یعنی اینکه ایالت و ولایت رو که بود ایالت محروسه، ولایات محروسه، ایالات محروسه یا ممالک محروسه اسمش رو گذاشته بودن، این ممالک محروسه رو آوردن. اینا همه وجود داشته تو عصر دوران پادشاهی کوروش بزرگ، هم به همین صورت اداره می‌شده. شاهان مختلف بودن، یه شاه شاهان بوده، یه شاهنشاه بوده. این تو همون سیر تاریخ که داری صحبت میکنی، اینا همه وجود داشته. و به خاطر اینکه یه ملتی است که از اقوام مختلف تشکیل شده، کرد و بلوچ و ترکمن و نمیدونم همه این تیکه ها رو که شما نگاه بکنی، همه از گروه ها و یه مملکتیه که به صورت ایلی اداره می شده، مدرن نیست. این جامعه تهش و ریشش مدرن نیست. این شما یه بحث یه حکومت مدرن رو میارین، یا هم میخواییم اینو وصلش کنیم به یه جایی که کهنه است، پوسیده. شما نمیتونین این کار رو انجام بدین. تو همین تاریخی که شما ازش یاد میکنی، پر از این قصه ها که تیکه تیکه است، جدا جداست، وصل میشه، یه شاهی میاد، یه فرماندهی میاد، یه
آدمی میاد همه رو دوباره میگیره، دوباره پیش میرن، دوباره پس میرن، تیکه میشن، جدا میشن. ایران تاریخش پر از این قصه است. همیشه بوده؟ نه نبوده، همیشه تیکه تیکه است. تاریخش این شکلیه. بفهم. من از شما خواهش میکنم بذارید من این بحث رو ببندم، به خاطر اینکه من علایز و خدمتون الان عرض میکنم، بعد بچینیم پازل ها کنار هم دیگه ببینیم آخر این فدرالیسم ایران تجزیه میشه یا به قول شما ایران خواهد. ببینید اگر بخوایم برگردیم به امپراتوری هخامنشیان، باید بریم تا نزدیکی های آنور هندوستان و از این ور عراق و خیلی از کشورها رو، حاشیه خلیج فارس و خیلی کشورهای دیگر رو بگیریم. بله اونجا شما رفتی کشورهای دیگر رو گرفتی. بله اونجا شما دیگه یه ملت نیستی، اونجا شما داری امپراتوری میکنی. اگه قراره که بریم عراق و عثمانی اون بالای ترکیه رو بگیریم و تا اون قسمت ها بگیریم، معلومه باید فدرال بکنیم. ولی ما داریم راجع به ایران صحبت میکنیم، راجع به ملت ایران داریم صحبت میکنیم. ببینید شما دارید میگید رأی میگیرن و جدا میشن، ما هم همینو میگیم. ولی مسئله اینه که در فدرالیسم فقط اون ایالتی که تصمیم گرفته جدا بشه رأی میگیره. ما میگیم، ما به دموکراسی معتقدیم، ما میگیم اگر قراره تکه ای از خاک ایران جدا بشه، همه ای ملت ایران باید رأی بگیرن جواب بده، نه اینکه فقط در یک ایالت. این در فدرالیسم وجود داره که فقط اون ایالت مثل اسکاتلندی که رأی میگیره، حالا یا رأی مثبت بشه یا منفی. اما پرسش من اینه، در شرایطی که حزب کومنه رئیسش عنوان میکنه که آقای اسرائیل بیا به ما کمک بکن، که اسناد ویکیلیکس ده ها سند ویکیلیکس وجود داره که دولت اسرائیل، دولت عربستان و آمریکا پشتیبانی کرده از این گروه های تجزیه طلب تروریست، و حالا این مسئله رو خودشون که دارن علنی عنوان میکنن، یعنی چیزی که سالها پشت پرده بوده. وقتی ما این خطر رو میبینیم، وقتی ما امروز میبینیم که العربیه مصاحبه میکنه با افرادی که از همین احزاب تروریست تجزیه طلب هستن، یعنی چی؟ میبره اونها رو به حج. وقتی که ما میبینیم هزینه‌ای که برای کنگره ملیت‌های ایرانی این تجزیه طلب‌ها میگذارن از کجا داره میاد؟ یک خبر، یک مصاحبه با یک سناتوری در کیهان لندن مصاحبه میشه و توی اونجا راز این کشف میشه که پول اون رو آمریکایی‌ها دادن، ولی بعد اون مقاله پاک میشه، اون مقاله دیگه وجود نداره. حالا و اسناد ویکیلیکسی که وجود داره که نشون میده که پشت این کنگره ها چه دولت هایی وجود دارن و چه پشتیبانی هایی کردن. امروز احزاب کرد تروریست تجزیه طلب وارد جنگ مسلحانه شدن، بیانیه شون رو با افتخار بیرون دادن که ما پس از سالها مبارزه مدنی رو میخواییم بگذاریم کنار، و همین لحظه چندین ماهه که دارن می جنگن با ملت ایران، رو در روی ایران دارن می ایستن، یعنی رو در روی ملت ایران و کشور ایران. ما کاری با جمهوری اسلامی نداریم، بله اونا الان صاحب مملکت هستن، ولی به هر حال فرق نمی کنه صدام باشه یا هر کس دیگه ای، داره به ملت ایران تجاوز میکنه و داره تمامیت ارضی ایران رو میبره زیر سوال. و تمام این گروهک ها از واژه جعلی ملیت های ایرانی استفاده میکنن و کشورهای دیگه هم پشتشونن، و علنا اون کشورهای دیگه خواهان تجزیه ایران شدن، گفتن به 6 کشور تقسیم بشه یا 8 دیگه. و در شرایطیه که آقای بارزانی میگه که ما میخوایم کردستان بزرگ رو تشکیل بدیم، همین احزاب کردی که چه کسانی مدافع فدرالیزمن، این رو باید نگاه کنیم، کسانی مدافع فدرالیزمن که میگن ما ملتیم، که بخش دومی که ما اینجا گفتیم اصول ملی، بخش دومش یگانگی ملیه، یعنی ایران یک کشور یک ملته. اینا که دفاع میکنن از فدرالیسم میرن میگن ما از ملیت‌های مختلفی تشکیل شدیم. چرا اینو میگن؟ چون اگه تبدیل به ملت شدید، شما باید میتونید پرچم داشته باشید، حق تشکیل سرزمین دارید. نکته اصلی اینجاست. یعنی اینا دارن با در لوای دموکراسی مردم ایران رو گول میزنن که آقا ما میخوایم که خودمون به خودمون حکومت کنیم، فدرال میکنیم، بعدم میگن ما ملیت‌های ایرانی هستیم. وقتی که فدرال شد، خواهان رفراندوم و جدایی میشن. مردمی که پولشون الان با رأیشون رو به پول میفروشن در ایران، که میدونید به خاطر فقر فردا اسرائیل و عربستان اینا نمیتونن این پول رو بدن، ولی اینکه مردم هم نخوان، مردم میرن دیگه. بعد همین حرفای قشنگی الان شما هم میزنید و میزنن بهشون و میرن. اما
اتفاقا ما طرفدار حکومت غیر متمرکزیم. یعنی حکومت غیر متمرکز با حاکمیت متمرکز، یعنی گاورمنت حکومت کردن رو تقسیم میکنیم، میدیم دست مردم، فرماندار خودشون، شهردار خودشون انتخاب بکنن، نماینده مجلس، شورای شهر، همین الان شورای شهر هم همین الان با جمهوری اسلامی هم رأی میدن، شهردار از یه شورای شهر انتخاب میشه یا به هر حال به شکل دیگه. ولی ما مثل مثلا حکومت فرانسه شهردار رو مردم خودشون انتخاب میکنن و شهردار مثلا شهردار پاریس چندین سال پیش اومده بود و اینترنت رایگان گذاشته بود توی پارکای پاریس. خیلی وقت چند ده سال پیش که هنوز اینترنت همین همه نیومده بود. اینا به خود مردم ربط داره، از همون محل خودشون باید انتخاب بکنن کسانی که اونجا میخوان حکومت کنن. حاکمیت یعنی قانونگذاری، یعنی سابرنیتی. ما میگیم این رو نمیشه به رأی گذاشت، چون اگر این رو به رأی بگذاریم یعنی باید قانونگذاری رو به سطح محلی ببریم. یعنی مثل الان آقای علم الهدا میاد میگه توی این شهر کنسرت نذاریم، توی اون شهر میگه میگن آقا شکنجه اینجا میتونیم انجام بدیم، توی اون شهر میگه اعدام میتونیم بکنیم. نه، ما یه همچین چیزی رو نمیخوایم. ما میخوایم که قانونگذاری در سطح کشور و در سطح ملی باشه، همه هم میتونن دموکراسی داشته باشن، رأی بدن به نماینده مجلسشون، اون نماینده مجلس میره توی مجلس و قانونی که مردم میخوان رو اونجا میره تصدیق میکنه. اما این قانونگذاری رو ما به سطح محلی نمیبریم با خطراتی که دور تا دور ایران داره و چون ایران یک ملته باید قانونگذاری هم در سطح محلی باشه. چون شک نکنید که به راحتی پس از فدرالیسم، یعنی فدرالیسم یعنی تکه تکه شدن ایران با تمام این چیزهایی که الان داریم میبینیم دور تا دور. خب من معلوم شد که من جز تجزیه طلبا هم از نگاه آرمان. خب اینا اما بریم ببینیم که باز برگردیم سر این موضوع و اینکه حالا شما میخواین چیکار کنی، یعنی بعد شاهزاده بعد تکلیفش چیه به نظر تو؟ کوتاه سخن این که حالا شما به شاهزاده اعتراض کردی، شاهزاده بعد چیکار کنه به نظر تکلیفش چیه؟ ببینید این فدرالیسم همونجوری که گفتم وقتی این خطر وجود داره که هر ایالتی هر استانی میتونه خودش رأی بده، مردم در فرمان میتونن رأیشون رو بفروشن و دولت‌های مختلفی هستن که میخوان ایران تکه تکه بشه، وقتی ما این خطر رو احساس میکنیم فدرالیسم رو به هیچ عنوان ما که طرفدار حکومت غیر متمرکز هم هستیم نمیذاریمش، نباید بگذاریمش به رأی. و اگر شاهزاده بارها گفتن ما میتونیم فدرالیسم رو به رأی بگذاریم، این رو باید پاسخ بدن، یا اینو رد میکنن یا اینکه میگن آقا ما طرفدار این هستیم، یا ایشون میان رد میکنن میگن ملت ایران یک ملت. حالا فرض بر این که پذیرفت، ما چیکار میکنیم؟ بگیم که تو شاهزاده نیستی دیگه، تکلیف چی حالا؟ فرض کنیم که پذیرفت، این حرف شما رو نپذیرفت به راه خودش دوت، تکلیف چیه؟ بله این پرسشیه که باید مردم، این تصمیمیه که باید مردم ایران بگیرن. ما در جایگاهی نیستیم که مقام تاریخی ایشون رو که ما که نه، هیچ کس دیگه نمیتونه مقام تاریخی ایشون رو بگیره. اما اینکه ایشون به عنوان نماد ملی ایران یک پادشاه یا یک ولیعهد، نماد ملیه، یعنی ولی ملت ایران، کشور ایران رو باید از ایشون بتونیم متوجه بشیم که کجا چه شکلیه. وقتی ایشون این اصول رو زیر پا میگذارن و ازش بر نمیگردن، این مردم ایران باید تکلیف خودشون رو بدونن. میخوان اصول رو به شخصیت ها ترجیح بدن یا شخصیت ها رو میخوان به اصول ترجیح بدن؟ و اینجا ما حداقل ملی باور ملی گراهایی که ایران برامون از هر چیز دیگه مهمتره، ما اون رو اولویت قرار میدیم. ما این هشدار رو دادیم که شاهزاده بازگردن، ولی شوربختانه می‌بینیم که بیانیه‌ای که از طرف گروه ایشون بیرون داده شد و سپس تایید خود ایشون که ما عامل‌های جمهوری اسلامی هستیم، ما تهمت زدیم، ما ویدیوها رو دستکاری کردیم، این نشون میده که شاهزاده ظاهراً حاضر نیستن این زیر پا گذاشتن اصول رو پس بگیرن و بیان بر این اصول ملی استوار بایستن. و اینجاست که خط کشی ها مشخص میشه
و ملت ایران باید این رو بدونن که ما این هشدار رو دادیم، اما شاهزاده رضا پهلوی ظاهرا با مطلبی که مصاحبه‌ای که از ایشون پخش شد یا بیانیه‌ای که از طرف ایشون خونده شد با صدای خودشون در تلویزیون منتسب به ایشون نه تنها پاسخی ندادن که این اصول رو پس بگیرن و این زیر پا گذاشتن این اصول رو پس بگیرن، بلکه ایشون ما رو متهم کردن که این ویدیوها رو دستکاری کردیم، در صورتی که این ویدیوها در یوتیوب هشدار هست، مردم میتونن برن در گوگل بنویسن سندهای انکارناپذیر اصول زیر پا گذاشتن اصول ملی توسط شاهزاده و خودشون قضاوت کنن ببینن کدوم یکی از این ویدیوها دستکاری شده. ویدیو کاملی که از صدای آمریکا هست آیا قابل دست، این که دیگه دستکاری نشده که، ویدیو کامل گذاشته شده، کش گوگل که مصاحبه ایشون با الوطن پاک شده رو نشون میده و مصاحبه های دیگه که ایشون کرده. ممنونم. به هر حال اگر نپذیرو پس بنابراین ما باید بریم دنبال یه پادشاه دیگه بگردیم دیگه، عاقبت کارمون به اینجا میرسه. یعنی اگه شاهزاده این اصولی که شما بهش اصرار دارید و نپذیرو، مردم باید تکلیف خودشون رو روشن کنن که اصول رو میپذیرن یا شخص رو، و اگه مردم اصول رو پذیرفتن پس بنابراین این شخص رو نمیپذیرن، پس بنابراین تکلیف نظام پادشاهی در ایران این میشود که برن یه پادشاه دیگه پیدا بکنن. فکر میکنم به این نتیجه میرسیم عاقبت کار. ما نمیدونم، هنوز هم امیدواریم، ولی فکر میکنم با مصاحبه ای که، یعنی صحبت هایی که ایشون چند روز پیش کردن، به شکلی یا به نوعی آب پاکی رو ریختن روی دست همه و اون بیانیه از طرف گروه ایشون رو تایید کردن و خودشون هم صراحتن به جای اینکه پاسخ بدن که به چه دلیل از این واژه ها استفاده کردن، آیا واقعا قبول دارن، ظاهرا میخوان این روند رو ادامه بدن و واقعا جای نمیدونم باید چه واژه‌ای رو به کار ببرن. بسیار ممنونم. حالا ما فردا صحبت میکنیم با آقای دکتر منوچهر رزمارا، این بحث رو ادامه میدیم و بعد دلم میخواد دوباره با شما در همین زمینه گفتگو کنم. حالا اگر فرصتی بود که فردا، راستی تولدت مبارک، میدونم که فردا هم روز تولدته، روز تولد آدم ها معمولا کار نمیکنه، اینه که دلم میخواست که میتونستی فردا تو برنامه حضور داشته باشی، ولی پیشا پیش تولدتو به تبریک میگم، برات آرزوی بهترین میکنم، ولی حتما در فرصت دیگر با شما این بحث رو ادامه میدیم. دارم میخواد که بیای بیشتر برای ما حرف بزنی. ممنونم آقای چاروستایی، سپاسگزارم. من از شما بسیار سپاسگزارم از دعوتی که کردید. به حال صحبت های آقای آرمان چاروستایی رو با هم دیگه شنیدیم، اینم به جو بلا تکلیفیه و به حال دلم خواهد که شما هم در این بحث ها مشارکت بکنید. از اینکه برنامه رو دنبال کردی سپاسگزارم. خواهش میکنم که این لینک ها رو در فیسبوک و یوتیوب و اینجا همه جا هر جا که ما قرار میدیم شما هم اینا رو برای دوستانتون بفرستید، طریق توییتر و گوگل پلاس و من اینا رو در اون جایی که عقلم میرسه میذارم دیگه. فعلا اون تلگرام ما قطعه، نمیدونم چرا نتونستم راهش به نظام مجددن، شاید یه آدرس جدیدی پیدا بکنیم. بها خوشحال میشیم که شما هم در این امر مشارکت کنید. کمک مالی بزرگترین مسئله ماست. خواهش میکنم تو این زمینه به ما یاری برسانید تا فرصتی دیگر که با شما نازنینان گفتگو بکنیم، یعنی برنامه رو ادامه بدیم و با همدیگه همراه باشیم. بازم ممنون و متشکرم. بخش در حقیقت مقالات ما رو فراموش نکنید و لینک ها و ویدیو ها رو هم در سایت مردم ریپورت جستجو کن. متشکرم.